اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اسم اعظم پیش ما باشد قدیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران جان، هر وقتتون به عشق و خیر و برکت باشه انشالله. ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی و شادکامی برای تک تک یاران جان، انشالله به لطف حضرت حق امروز حکایت مرید ناپخته رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همسفران عشق، یادم میاد در سالهای دور اولین بار این حکایت رو از شمس جانم روحی و قلبی فدا شنیدم. روزی روزگاری جوان طالب و جویای کمالی به محضر شیخ کاملی میره و دست ارادت بهش میده و عهد پیمان میبنده و سالهای بسیار در درگاه اون بزرگوار مشغول خدمت و کسب فیض میشه. یاران جان، همونطوری که میدونید در سیر و سلوک عملی به یک سالک به غیر از تعالیم ظاهری و باطنی وظیفه و خدمتی هم از طرف پیر و استادش تفویض میشه و اون مرید با عنایت حق و با انجام اون تعالیم و وظایف محوله روز به روز پخته و پخته تر میشه. البته پیر پیران میفرمایند سالک باید شعور وظیفه داشته باشه. حالا وظیفه مرید حکایت ما پختن حلوا و شیرینی برای مهمانها و مریدان دیگه بود. اون مرید درست 40 سال با صداقت کامل مشغول پختن شیرینی و حلوا در درگاه پیرش بود. اما روزی در حالی که داشت حلوا رو داخل دیگ هم میزد، به ناگاه حال غریب بر او مستولی شد. اون لحظه به ناگاه صدایی رو از درون خودش شنید. اون صدا میگفت آفرین به تو ای مرید عاشق، چقدر خوب در این 40 سال صادقانه تسلیم حق بودی و خدمت خلق کردی. هزاران درود بر تو، حالا دیگه وقتشه. تو دیگه به مراتب بالایی از کمال و آگاهی رسیدی. زمانش رسیده که خدمت و وظیفه رو در درگاه پیرت به پایان ببری و به عنوان یک مرشد و استاد معنوی به ارشاد و راهنمایی سایر شاگردان مشغول بشی. خلاصه این ندای درونی لحظه به لحظه اون 40 سال خدمت و جلوی چشمانش آورد و غرور و افتخار قلبش رو پر کرد. حضرت پیر مولانای جان قدس سره شریف در دفتر سوم می فرمایند نفست اژدرهاست او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند. مرید داستان ما درست و این فکرها بود که یکی دیگه از مریدان صداش کرد و گفت استاد کارت داره و تو دیر مغان منتظرته. اون مرید هم همزدن حلوا رو به دوستش سپرد و با اعتماد به نفس کامل سینه سپر کرد و به اتاق خلوت و محضر پیرش رفت. یاران اسرار، همونطور که میدونید در فرایند سلوک حالات خاصی در قلب و ذهن سالک ظاهر و الهام میشه که از دید و بصیرت اولیاء خدا پنهان نیست. اون مرشد کامل با روی گشاده و لبخندی بر لب اون مرید رو در کنارش نشوند و گفت پسرم، تو دیگه به کمال رسیدی و پخته شدی، کارت تمومه. سال هاست که شیرینی و حلوای درگاه ما رو میپذیری.
حالا وظیفه جدیدی میخواییم بهت بدیم. تو رو به فلان شهر به عنوان خلیفه و نماینده خودم میفرستم. اما این کار یک شرط داره و اون شرط اینه که در اون شهر هر چیزی که به دست آوردی نصفش رو به ما میدی تا در راه خدمت به فقرا و آموزش طالبان و محبان هزینه کنیم. حواست باشه پسرم، هر چیزی قول میدی؟ مرید با خوشحالی وصف ناشدنی در حالی که در پوست خودش نمی گنجید جواب داد: ای والله، نفس حق، اطاعت امر، هرچی خدا بخواد. قول میدم، قول میدم، قول. بعدش سریع به اتاق برگشت و وسایلش رو جمع کرد و به شهری که استادش امر کرده بود رفت و مشغول شد. و بعد ماها گذشت و اون مرید که الان استاد بزرگ شهر شده بود درگاه بزرگی ساخت و شاگردان و طالبان علم و عرفان بسیاری دورش رو گرفتند و در نهایت با یک خانم با ایمان و ثروتمند تاجری ازدواج کرد و صاحب مال و اموال بسیاری شد. در ضمن او صاحب یک پسر زیبایی هم شد که خیلی اونو دوستش داشت. همراهان دل، چند سالی به همین منوال گذشت و کار او بالا گرفت و آوازه درگاهش به همه جا رسید. روزی از روزها پیامی رو از پیرش دریافت کرد که داره به دیدارش میاد. خیلی خوشحال شده بود و در پوستینش نمی گنجید. خلاصه استقبال شایانی از استادش به عمل آورد و در کمال احترام ایشون رو بر مسند درگاه نشوند و از موفقیت هایی که در این چند سال به دست آورده بود تعریف کرد. اون مرشد کامل با دقت و آرامش خاصی تمام صحبت های این مرید رو گوش کرد و به درگاه حضرت حق شکرگزاری کرد و بعد گفت: پسرم، اگه به یاد داشته باشی عهدی با هم کرده بودیم، ما به عهد خودمون وفا کردیم، خدا هم به کار و درس و زندگی برکت داد. الان وقتشه که تو به عهدت وفا کنی. قرارمون این بود که هر چیزی تو این شهر به دست بیاری نصفشو به ما ببخشی تا بین فقرا تقسیم کنی. اون مرید هم سریعا گفت: ای والله، چشم سلطانم، نفس حقه، 40 سال به خاطر رضای حضرت حق تسلیم بودم و در محضرتون صادقانه خدمت کردم، سر قولم هم هستم و خواهم بود. بعد یه دفتر آورد و از روش شروع به خوندن کرد. 4 خانه دارم، 2 از اونها برای شما. اون ولی خدا گفت: ای والله، هرچی خدا بخواد. بعد اون مرید ادامه داد: 50 هکتار زمین دارم، 25 هکتارش برای شما. اون پیر صاحب دل گفت: ای والله، هرچی خدا بخواد. بعد گفت: این اندازه هم طلا دارم و به این شکل تمام اموالشو به 2 نیم تقسیم کرد. و در نهایت گفت: سرورم، همونطور که عهد کرده بودین، نیمی از اون چرا که صاحبش هستم رو به شما دادم. کلام که به اینجا رسید، اون شیخ کامل با لبخند پرمعنی که بر لب داشت دستی به محاسن سفیدش کشید و گفت: پس همسر و فرزندت چی میشه؟ همسر تو بهت میبخشم، اما نیمی از فرزند دلبند تو میخوام. مرید از شدت ترس و تعجب زبونش گرفته بود و نمیدونست که چی بگه. چی؟ فرزندم؟ بعد اون خضر راه و ولی واصل شمشیرش رو از غلافش خارج کرد و برای اینکه بچه رو به 2 نیم تقسیم کنه با تمام قدرت بالای سر بچه بود. یاران جان، کار که به اینجا رسید، احوال اون مرید دیدنی بود.
با حال گریه به دست و پای استاد افتاده بود و التماس میکرد. داد میزد: آخه چرا؟ چرا شما اینقدر ظالمی؟ مگه شما قاتلی؟ من دیگه نمیتونم، اصلا دیگه نمیخوام تو این راه باشم. در اون لحظه اون مرشد کامل شمشیرشو پایین آورد، با نگاه پرمعنی که به اون مرید میکرد فرمود: هی الله! در یک آن اون مرید مثل اینکه از یک رویای عمیق بیدار شده باشه و انگار هیچ کدام از این اتفاقا نیفتاده باشه، خودشو در درگاه پیرش در حالی که سر دیگ حلوا ایستاده و داشته حلوا رو هم میزده میبینه. شمس جانم، به این حالت اون مرید سیر در زمان یا درک جهانهای موازی میگفتند. خب یاران اسرار، حکایت مرید ناپخته اینجا به پایان میرسه. حتما میگید این که قصه بود، پس مقصود و حسه چیه؟ درس اول: ای سالک طریق کمال، بدان و آگاه باش که هر ندا و آگاهی و دریافتی که در وجود خودت حس می کنی لزوماً می تونه منبع الهی نداشته باشه و شاید پیغامی از نفس حیوانی و یا وسوسه های شیطانی باشه. پس به قول مولانای جان، برای تشخیص بحر تلخ از بحر شیرین با خضر راهت هم نفس باش و گوش جان به کلامش بده. درس دوم: ای سالک، نفس هزاران چهره پنهانی داره و در هر مرتبه از سیر سلوک هستی امکان تجلی مظاهر جدیدی ازش وجود داره که بهش حجاب‌های نورانی گفته میشه و شناسایی اونها بدون عنایت حضرت حق و تسلیم بودن و تعالیم خاص اولیاء الهی میسر نیستش. درس سوم: هرگز طول مدت زمان خدمت سلوک رو ملاک ارتقاء معنوی و معیار منتهی شدن به کمال ندون و اجازه نده در فرایند خدمت دچار عجب و خودشیفتگی بشی. درس چهارم: به یقین که مقصود اون مرشد کامل نصف کردن اون کودک نبود، بلکه میخواست میزان تسلیم بودن و پخته شدن و واکنش اون مرید رو که فکر میکرد کامل شده رو به خودش نشون بده. البته باید گفت بزرگان و اولیاء حق گاهی از مریدان خودشون چنین امتحانهای شکر کنندهی رو میگیرند. هدف اونها ظلم کردن و زجر دادن به سالکان نیستش، بلکه مقصدشون وسیع‌تر و عمیق‌تر کردن ادراکشون در حوزه تسلیم بودن در محضر حضرت حقه. البته که از اونها انتظار نمیره که مثل حضرت اسماعیل علیه السلام عاشقانه به زیر تیغ چاقو تسلیم بمونند و یا مانند حضرت ابراهیم خلیل الله علی نبینا و علیه السلام در نهایت توکل وارد آتش بشن. ولیکن همه این کارها برای اینه که خود سالک متوجه باشه که چقدر به عهد و پیمان و شرط و اقرارش پایبند و صادقه و این پایبندی به پیمان یادآور عهد و پیمانش در روز الست خواهد بود. درس پنجم: ای رونده طریق کمال، هرگز احوال خودتو با انبیا و اولیاء الهی یکسان ندون و مقایسه نکن. حضرت پیر مولانای جان قدس سر و شریف در دفتر اول می‌فرمایند: همسری با انبیا برداشتند، همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. گفته اینک ما بشر، ایشان بشر،
ما و ایشان بسته خوابی مخر. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. یا حق.